بوستان سعدی شیرازی پس از 4 سال تحقیق و آموزش با شرح عابد شکرزاده، پژوهشگر شناخته تاجیک با خط سیریلیک در دایره المعارف تاجیکستان نشر شد. اما قبل از این چند سال پیش گلستان سعدی 3 مرتبه باز نشر شده بود که باره هم کتاب سال تاجیکستان دانسته شد. سعدی یکی از بزرگترین متفکران فارس تاجیک است برای همه دور زمان ها، و کتاب های سعدی هم که در اینجا چاپ می شوند از محبوب ترین کتاب های ملت تاجیک هم. نه تنها امروز بلکه در امتداد 600-700 سال قبل هم در تمام خاندان تاجیک موجود بود. اما چاپ مصور گلستان شیخ زیبا کلام شیراز که آن هم محصول زحمات کارمندان دایره المعارف تاجیکستان است، از کارهای بی‌نظیر ادبیات حوزه پارسی دانسته شده است. در 70 سال حکومت شوروی به خط سریلیکی روزها در اینجا تحمیل کرده بودند، خط اجدادی را زده بودند، ما گلستان کامل نداشتیم. گلستان سانسور شده به تب می رسید و گلستان ناقص. یک گلستان کامل هم مصور و هم دو خطه باید پیشکشی اهل دانش کنیم. نشر چندین باره گلستان کاری نو نیست، اما برای نخستین بار است که در حوزه ادبیات فارسی هر حکایه آن با تصویر آراسته شده که در مجموع 120 نقاشی را در بر می‌گیرد. من و همکارم خانم سیاره مدتی بیش از 1 سال تمام حکایت سعدی را دوباره و چندین باره خواندیم و بر اساس سوژه همین حکایه ها تا جایی که ممکن بود اون حکایت را مصورسازی کردیم. یعنی اگر سخن از دوره ساسانیان باشد، کوشش کردیم که همون لباس و افزار و تاج و تخت و همه چیزی دوره ساسانیان که هنوز هم در دیوارنگاره ها و در آبگینه ها و در ارتفکت های موزه ها محفوظ هستند، بر اساس همون ها نقاشی کنیم. سعدی شیرازی نه تنها در میان اهل علم و ادب بلکه در میان مردم نیز از محبوبیت خاص برخوردار است. مطابق بر برنامه آموزش مکاتیب، شروع از صنف 5 آثار و روزگار شیخ سعدی تعلیم داده می شود و در دانشگاه ها درس های تخصصی گلستان شناسی به راه مانده شده است. آوازخوانان زیادی در کشور از اشعارش ترانه می سرایند. این یکی از خیابان‌های مرکزی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است که به افتخار سعدی نامگذاری شده است. همچنین 2 شهر در شمال تاجیکستان با نام گلستان و بوستان و همچنین تقریبا در هر یک ناحیه یک کوچه یا محله با نام سعدی شیرازی نامگذاری شده است. همچنین میان مردم تاجیک نام‌های زیاد سعدی، گلستان و بوستان دیده می شود. یکی از قدیمترین کلیات سعدی که از عصر 14 باقی مانده است و عنوان میراث باستان در گنجینه دستخطهای اکادمی علوم تاجیکستان محفوظ است.